ببین بچه ها، هر شیئی هر کلاس اگه یادتون باشه گفتیم شامل یه سری متد یه سری مشخصه یا پروپرتیز. الان این فرم یک هم خودش یک کلاسه، اینم ثابتش پابلیک کلاس فرم یک. یک سری مشخصه داره، مثلا رنگ، نوشته اون بالا، ابعاد، آیکون، خیلی مشخصات جالب زیادی داره. اینها رو از کجا میتونیم تنظیم بکنیم؟ روش اول بریم تو کد نویسی بنویسیم this dot back color this dot size. اصلا کار درستی 6 سال طول میکشه برنامه رو تعریف کنیم. روش دوم، از منوی ویو گم شد بچه. پروپرتیز کجاست نمیشه؟ اینا پروپرتیز ویندو رو انتخاب بکنیم، میخش رو بکوبیم که وایسه. خب اون بالای بالا شروع میکنیم تعیین کردن که هر کدوم از اینا چه کاری انجام میدن. مثلا با اپلیکیشن ستینگ فعلا کاری نداریم، دیتا بایندینگ مال کار بانک اطلاعاتی، اکسس باتن رو بعدا بهش میرسیم، اکسسیبل دیسکریپشن باش کاری نداریم. میرسیم به خاصیت بک کالر، مال تعویض رنگ پس زمین است. مثلا میگم فرمم دوست دارم این رنگی باشه، یا مثلا چه میدونم رنگش مثلا باشه سفید. میام پایین تر، خاصیت بک‌گراند ایمیج، سه نقطه‌اش رو میزنم، از قسمت لوکال ریسورسز ایمپورت میکنم، یه عکس بهش نسبت میدم. عنوان مثال یک تصویر مثل مثلا این ایمپورت میکنم و بعد اوکی میکنم، این میشه عکس بک‌گراند فرم من. میام پایین تر، بک‌گراند ایمیج در واقع لی‌آوت فکر میکنم باشه، بله لی‌آوت. میگم عکس من به صورت تایل، به صورت کاشی تکرار بشه، اگه کوچیک بود وسط به وسط باشه، استرچ باشه و زوم باشه، که اینا همون خودتون بلدی، همون درس ویندوزی که در واقع بلدی. کنسل باتون فعلا باشه کار نداریم. میرسیم به بعدی کنترل باکس، میگم کار نداریم بعداً کامل میکنم، اما چیزی رو نمیذاریم جا بمونه. بچه اگر کنترل باکس رو فالس بکنم، آخ آخ آخ، ببین اون بالا رو اشیا دیگه وجود ندارن. اگر پروژه رو اجرا ازش بگیرم دیگه راست کلیکی وجود نداره بتونم کلوزش کنم این پروژه رو. ببینیم اون بالا که زبدر نداره، اینجام که راست کلیک میکنم مثل این هست که اینو من میده، این کنترل باکس ازش گرفتم دیگه بسته نمیشه، حتما با آلت و F4 باید بسته بشه. خاصیت بعدی بچه خاصیت کرسره. خاصیت کرسر چیه؟ این که وقتی که موس روی فرمه چه شکلی باشه، مثلا میگم شکل علامت ساعت شنی باشه، مثلا wait cursor. حالا پروژه رو اجرا میکنه، پروژه که ازتون این شکل کارا فهم میکنه، برنامه قفل کرده، تصدیت موس داره کلیک میکنه، تایپ میکنه، همه کاری هم انجام میده، این فقط شکلک موس که عوض شده. بچه تا اینجا اگر به کدمون سر بزنیم تو قسمت designer.cs میبینیم که تمام اینا اینجا اضافه شده. ببینیم this dot cursor برابر است با سیستم ویندوز فورمز کرسر دات ویت کرسر. ابعادی که تغییر دادیم، عکسی که نسبت دادیم و هر چیزی که ممکنه وجود داشته باشه. پس هرچی اونجا بنویسیم اینجا مینویسه، هرچی اینجا بنویسیم اونجا مینویسه. شاهدش بچه به متنی که بالای فرم داریم میبینیم شما، کلمه فرم یک اصطلاحا ما میگیم تکست، تکست فرم یا تایتل فرم. ببینین من در کد چی مینویسم؟ تکست رو مینویسم This is text of form. یک لحظه نگاه کنین همه، من تا وارد دیزاین میشم یک لحظه هنوز فرمه ای که یه دفعه عوض میشه. ببینین پس این محیط یک محیط شبه اجرا از اون کده، هیچ چیز وسط دیگه وجود نداره. پس خیلی از برنامه‌نویس حرفه‌ای اصلا میذارن محیط کنار، میان سعی کد نویسی حرفه‌ای میکنن. اوکی، پس به این خاطر ما با یه نوت پد هم میتونیم هر فرمی خواستیم طراحی کنیم، فقط کافی یه اکستند بکنیم و تو سازنده چرچ خواستیم بنویسیم. ادامه کار بچه ببین اینجا اضافه شد. بچه تاپ موست باعث میشه، آه نه بریم بالا اینجا بکنیم، اینم بک‌گراند کنترل کرسر. بچه دابل بافرد مال اینه که در واقع دو برابر بهش حافظه اختصاص بده که نرمتر کار بکنه. مثلا من فرمامو دارم مرتب برای کار گرافیکی کوچیک و بزرگش میکنم، بعد که وقتی پرش داره تمید کوچیک و بزرگ بشه، اگر دابل بافرش رو ترو بکنم دو برابر سیستم عاملش بشه حافظه اختصاصی داره، نرمتر حرکت میکنه. خاصیت بعدی انیبل،
اگر فرم رو بچه ها انیبلش رو فالس کنم دیگه بسته بشو نیست، چون دیگه اصلا روش نمیشه کلیک کرد. ببینید تمامی اشیاء که روشن غیر قابل فعال میشن، درست شد؟ مثلا ببینید اگر من یه شیء داشته باشم روش به عنوان دکمه، دیگه این دکمه قابل در واقع فرم قابل دسترس نیست. حالا بهش میرسیم. خاصیت بعدی خاصیت فونت، نوشته هایی که روشه. اجازه بدید من این عکس بک‌گراند رو حذف کنم، یاد بگیریم چون عکس حذف میکنیم. کلیک میکنیم اینجا دکمه دیلت رو میزنیم. خاصیت فونت میشه متن نوشته های روی فونت. مثلا فونت رو میذارم روی نازنین 14، هر چی شی میچینم دیگه فونت پیشفرضشون چیه؟ نازنین 14. بعد از اون فور کالر، رنگ نوشته های اشیایی که میذارم رو فور. مثلا دوست دارم تمامی اشیا که رو فور ورد اطلاعات میکنم رنگشون قرمز باشه، اینجا رو که تنظیم کنم همه میشن قرمز. از دونه 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 تنظیم بکنه. فرم بوردر استایل بچا سایزبل، یعنی این، یعنی این فرم در زمان اجرا حق داره ابعادش تغییر کنه، هر ابعادی که دلش میخواد داشته باشه. اگر بذارمش، بذار من کرسرم هم تغییر بدم چون داره یواش یواش به حسای ما را بیمیش. اگر بچه خاصیت فرم بوردر استایل رو بذارم روی حالت مثلا فیکس دایلوگ، دیگه این فرم از ابعاد از در واقع جهت ها کوچیک بشه نیست. ببینید دیگه نمیشه کوچیکش کرد چون فیکسه، درست شد؟ و اگر بوردرش رو بگذارم روی حالت ناون، اجازه بدید مجبورم چه رنگش عوض کنم که شما تشخیص بدین چه اتفاقی افتاد. مثلا بذارمش رنگ به عنوان مثال قرمز و حالا اجرا بگیرم، اگر فرم بوردر روی نان باشه اصلا دیگه کادر نداره این فرم. خیلی از برنامه گرافیکی شما دیدین یه شکل حالت خاص دارن، مثلا مدیا پلیر. ببینید امروز میخوام بچه‌ها با هم یه مدیا پلیر گرافیکی مثلا با شکل خاص طراحی کنیم. مثلا اجازه بدید من بله یادم بیاد چجوری اسکین تعریف میکنین براش. اسکین چه شکلی بود بچه‌ها؟ اون بالا اجازه بدین به عنوان مثال اسکین مثلا مود. مثلا ببینید اینو، این یه فرمیه که برش خورده، میبینین استاندارد نیست. ما امروز چنین چیزی طراحی میکنیم، فرمی که شکل گرافیکی داره، مثلا یه حرف آی انگلیسی، یه حرف اف انگلیسی، فرم این شکلیه. چرا؟ بوردر فرمش رو نان کرده، بوردر استایل رو یه عکس گذاشته، اون کاری که میگیم بهتون انجام میده. پس مال حالتی که بخوایم فرم سفارشی تولید بکن دیگه نمیشه اینو بستش. اجازه بدید خب ادامه میدم بچه‌ها. پس فرم بوردر استایل رو میذاریم رو همون سایزیبل که فعلا کارمون رو مشکل نکنه. هلپ باتن، اگر هلپ باتن رو ترو کنم و بعد تنظیماتش رو انجام میدم یه دکمه علامت سوال این بالا برای من اضافه میکنه که بتونم چیکار بکنم. و فرض روی این کلیک کنم، رو اشیا هم کلیک کنم، هلپ به من بده که نمیرسیم هیچ وقت اینو توضیح بدیم، خودتون باید پیداش بکنید. خاصیت بعدی خاصیت آیکونه، آیکونی که این بالا نمایش داده میشه مشخصه کامه. آی ام مود رو باش کاری نداریم، کی پریویو بعدن بهش میرسیم. لنگویج لاکت، لاکت هم بزنیم بریم جلوتر براتون میگم. میایم پایینتر میرسیم به ماکسیمم باکس. ممکنه دوست داشته باشیم دو فرم ما ماینمایز داشته باشه، زب در داشته باشه، ماکسیمم نداشته باشه، اینو فالس میکنیم. حالا اجرا میگیریم ببینیم که دیگه ماکسیمم نمیشه. خیلی از فرم این شکلی هست. به همین ترتیب مینیمم باکس ببینیم دیگه اصلا نداریم، یه فرم کاملا کاستوم. خب ماکسیمم سایز و مینیمم سایز هم میرسیم بهش. مال اینه که بگیم فرم نهایتا اینقدر میتونه بزرگ بشه توسط یوزر و اینقدر میتونه کوچیک بشه. مثلا برنامه نرو رو چون تو داره رایت میکنه از بغلا میتونه کوچیک کنه تا یه حدی جمع میشه، دیگه پروگرس بارش رو حذف نمیکنه. مینیممش رو تعیین کردن 300x300 مثلا. ببینید مینیمم سایز رو میذارم رو ابعاد مثلا 200x200 و اجرا میگیرم. فرمم رو سعی میکنم کوچیکش کنم. ببین بچه‌ها میبینین دیگه کوچیک در 200x200 نمیشه. میتونم برای ماکسیمومش هم تعیین بکنم، از این بزرگترم نشه. خیلی استفاده نداره بچه، مثلا خودم استفاده نمیکنم. صفر و صفر. میرسیم به خاصیت جالب و بسیار جالب اوپاسیتی. بچه اوپاسیتی میشه شفافیت. آفرین. اگر اوپاسیتی رو روی عدد مثلا 50% قرار بدم، باعث میشه تا پروژه رو اجرا میکنم فرم من شیشه‌ای بشه، زیرش کاملا پیدا بشه.
درست شد؟ مثلا اگه دیزش کلیک کنم نمیره اونجا، ببینید مثلا اگه رو این کلیک کنم، رو فرم دارم کلیک میکنم، فقط شیشه ای شده، این هم شفافیه. من مثل جالب براتون تعریف کنم. رایت تو لفت بچه مال اینه که مال ما فارسی زبان ها که نیست، مطمئن باشه مال عرب هاست، خب که میخوان راست به چپ بنویسن. اگر رایت تو لفت فرم در واقع یست بشه، باعث میشه که تمامی اشیا از راست به چپ تایپ بشن، چیدمان ها از راست به چپ بشن، مثلا منو بره اون بر، مثلا برنامه فارسی که فایل یا پرونده داره. شو آیکون باش کاری نداریم، شو این تاسک بار. بیام پایین تر دوباره برمیگردم بچه، خاصیتی داریم ما به نام ویندو استیت که میتونم بگم فرم من تا باز میشه ماینمایز باشه یا ماکسیمایز باشه. مثلا برنامه دیکشنری تا باز میشه میرن پایین، درست شد؟ یا خیلی ها میان تمام صفحه رو میگیرن میگم ماکسیموم باشه، حالا پروژه رو اجرا میکنم، باعث میشه تا پروژه باز میشه کل صفحه رو برای من بگیره، درست شد؟ الان اپاسیتیش 50%. خب بذار من اینو استاپ کنم، یه خاطره براتون تعریف کنم. چون من از روی تاسک بار اون پایین فهمیدم یه پنجره دیگه بازه، راست کلیک کردم بچا، اگر شو این تاسک بار رو فالس بکنیم، باعث میشه پروژه‌ای که باز میشه هیچ اثری از خودش نداشته باشه. ببینید اوکی، حالا چون ببندیم. استارت پوزیشن چیه؟ استارت پوزیشن مال اینه که لحظه که فرم باز میشه کجا باشه. اجازه بدید من اپاسیتی رو برگردم روی عدد 100%. ببینیم بچا، استارت پوزیشن رو اگر بزنم روی دیفالت همون گوشه باز میشه، اگر بزنم روی اسکرین سنتر وسط به وسط باز میشه. یکی از گزینه‌های خیلی پرکاربرده. بزنیم ماکسیمومش رو درست کنم. چی؟ کدومو؟ ببینیم الان برنامه منو ببینیم، استارت پوزیشن رو بزنم رو حالت دیفالت، ویندوز دیفالت لوکیشن. ببینیم کجا باز میشه پنجره من؟ اون بالا. اصلا معنی نمیده در این نقطه. اما اگر استارت پوزیشن رو بزنم روی اسکرین سنتر یا سنتر اسکرین، باعث میشه همیشه وسط به وسط باز بشه، درست شد؟ وسط به وسط کل پروژه باز بشه. با حالت مثلا چه میدونم منوالی هم اگر بگذارین که میتونین هر جا که دلتون خواست جابجا کنین، یعنی ابعادش رو تعیین بکنین که مثلا لفتش این باشه، تاپش این باشه. تگ کار ندارین، تکست و تاپ موست. بچا تاپ موست ببینیم چیکار میکنه. اگر تاپ موست ترو باشه، این پنجره دیگه زیربرو نیست. ببینیم مثلا برفرض اینجا رو باز میکنم، حتی غیر از نوار خودش که مثلا برفرض مای کامپیوتر رو باز میکنم، میبینی رو باقی میمونه. خیلی از ارورهای ویندوز تاپ موستن، تا اوکی نکنی زیر نمیره. یه خاصیت دیگه هم داره به نام ترانسپرنسی کی، یا کلید در واقع رنگ ترانسپرنسی، که اینو بهتون الان درس میدیم. شروع کنین همه یک ویندوز فرم بگیرید، شروع کنین تغییرات از بالا به پایین انجام دادن. حتی من همه رو من گفتم، حالا خودتون انجام